سلام به عزیزانم، امیدوارم بعد این پرستش عالی حسابی حالتون خوب باشه، آمین. و همینطور عزیزانی که در دنیای مجازی از طریق اینترنت همراهان همیشگی ما هستن، سلام عرض میکنم. آماده هستین عزیزان که خداوند با شما حرف بزنه؟ امروز هم خداوند سخنی داره، حرفی داره که میخواد به گوش کلیسای عزیزش، بدن محبوبش برسونه. خدا رو شکر برای هفته پیش کسایی که بودن و شهادت‌های عالی که شنیدیم که خداوند چطور به وسیله باد روح القدس از طریق دو تا خادم مسیح شده و عزیزش، برادر عزیزمون کاوه و خواهر عزیزمون نازی جان، با اون زیبایی گفتارش، سادگی و بی‌آلایشیش، اون شهادت عالی که داد، ایمان دارم باد روح القدس وزیده برای عزیزانی که با انتظار هفته پیش اومدن. اون باد روح القدس، اون دل شکستگی ها، اون عدم بخشش ها، عدم قدرت برای سرسپردگی و خیلی موانعی که در ما بود وزیده شد و از جانهای ما برده شد، آمین. و امروز امیدم اینه که استطاعت داریم، ظرفیت داریم به خاطر کاری که خداوند هفته پیش، همطور دو هفته پیش از طریق پاستور عزیز که در آخر همه چیز خوب خواهد شد، امید و ایمان رو به ما منتقل کرده که امروز این ظرفیت رو داشته باشیم، این پیام رو بشنویم. آماده هستین عزیزان؟ البته یادآوری میکنم که این پیام تقریبا 20-21 ساله که من اینجا خدمت کلام خدا رو دارم. این سومین باره که خیلی قوی هدایت دارم از روح القدس که این کلام باید گفته بشه به شکلهای مختلف، از زاویه‌های مختلف این پیام به گوشتون رسیده، چون این پیام در سال 1999 صدای خدا بود، هدایت خدا بود، صدای واضح خدا بود به گوشهای من و جان منو برگردانید. و ایمان دارم اون موقع فکر کردم برای خودمه و بعد فهمیدم که این برای کلیسای عزیزش هم میتونه باشه، برای تک تک ما. در سال 1999 نیاز شدید داشتم به این که قسمت هایی که از نظر روحانی سرد شدم، خداوند اون دلگرمی، اون تازگی رو ببخشه. مدتی بود که نسبت به خدمت، نسبت به کلام خدا، نسبت به خیلی چیزها احساس دلزدگی و احساس دوری می کردم. اون حیات و سرزندگی روحانیمو یه جوری از دست داده بودم. بارها اتفاق افتاده بود، ولی وقتی یادم میرفتم در حضور خداوند دعا میکردم و از خداوند درخواست میکردم، خداوند نشون میداد، به طور خیلی مشخص نشون میداد. اونجا توبه و بازگشت میکردم و دوباره ارتباطم با آسمون برقرار میشد، ولی نمیدونم چرا این بار اینقدر طول کشیده بود، به طوری که یه جوری بیقرار شده بودم، به تقلا و جستجو افتاده بودم. از این کاست، اون موقع کاست بود، به اون کاست، از این کتاب به اون کتاب، هر کاری میکردم که این گره روحانی باز شه، اصلا فایده ای نداشت. آخرین امیدی که در من بود برای احیای روحانیم سمیناری بود که در جنوب آلمان بود. آلبرت خیلی خوب یادشه، اولین بار بود که آلبرت اونجا میدیدم. و برای اینکه این روح من در خداوند تازه بشه، اونجا رفتم. یادم که خادمین و شبانان عزیزی اونجا بودن که خیلی برای من دعا کردن، نبوت ها کردن، ولی هیچ تغییری در حال روحانی من به وجود نیومد. و بعد از اینکه برگشتم و هیچ نتیجه ندیدم، حقیقتا انگار امید و ایمانم ته کشیده بود. عزیزان، وقتی که یک رابطه صمیمانه با خدا داشته باشی، با عیسی مسیح، با روح القدس داشته باشی، هرگز برات عادی نمیشه سکوت آسمان، هرگز آسون از کنارش عبور نمی کنی. مثل رابطه هایی که در دنیا هست، اگه یه رابطه برات مهم باشه، خیلی جد و جهد میکنی که اون رابطه دوباره سر جاش قرار بگیره، خرابیش مرمت بشه. چقدر بیشتر
وقتی صدای خدا رو میشنوی، وقتی بعد از ایمانت با آسمان در ارتباط هستی. منم اینطور بودم، یعنی یه ماهی که از آب در آوردن توی خشکی انداختن. یادمه در یک شبی که خوابیده بودم در رویای شب، صدای آشنا و خیلی واضحی رو شنیدم که باش خیلی آشنا بودم و مدت‌ها منتظرش بودم، ولی این بار این صدا حالت تسلی نداشت، در اینی که توش عطوفت و مهربانی بود ولی حالت توبیخ داشت. هیچ وقت این جمله رو یادم نمیره، در قلبم در گوشم اینطور نجوا شد: منو که چشمه آب حیاتم تر کردی و برای خودت حوض‌هایی کندی که آب تو خودش نگه نمی‌داره. منی که چشمه آب حیاتم تر کردی و برای خودت حوض‌هایی کندی که آب تو خودش نگه نمی‌داره. یک پیام تکان دهنده بود برای من. اوکی خداوند. پس دلیل این همه سرگردونی، این همه سردی روحانی، این همه بلا تکلیفی و سردرگمی این بود که به حوض‌های شکسته وصل شده بودم. دلیل این همه دلشکستگی‌ها که سردی روحانی به وجود آورده بود. با این پیام تکان دهنده میتونم بگم سفر روحانی من از قلمرو اسارت، از سرزمین وابستگی شروع شد تا یک سال بعد که به آلمان اومدم و دقیقا فکرم گلوک اشتغاسه بود، تا کلاس تعلیمی سه بار به طور خیلی عمیق من ملاقات شدم، ملاقاتی که واقعا غیر قابل توضیحه. وقتی روح خدا میاد انگار که یک آتشی بر تو قرار میگیره که هر آنچه که از خدا نیست سوخته میشه، آنچه که باطل و عباطله از زندگی تو دور میشه. یادم اون زمان انقدر قلبم پر از آزادی و رهایی و شادی شده بود که تازه مزمور 126 رو معناش رو فهمیده بودم. چون راه میرفتم انگار این ناله روح القدس بود، این شادی روح القدس بود که در قلبم، چون خداوند اسیران رو باز آورد، مثل خواب بینندگان شدیم، آنگاه دهان ما خنده پر شد چون که سرود خوانده ایم. عزیزان فهمیدم این مزمور فقط مال قوم اسرائیل نیست که رهایی پیدا کردن از سرزمین بندگی مصر، بلکه هر دختر و پسر خدایی که از هر وابستگی، از هر حوض‌های شکسته که برای خودش میکنه و آویزونش میشه، از هر دل شکستگی، از هر عدم بخشش، وقتی آزاد میشه، وارد سرزمین آزادی میشه، این سرود و تمام سلول‌های بدنش میخونه، نه فقط زبانش. آمین. وقتی به دنیای معاصر خودمون نگاه میکنیم عزیزان، حتی اگه حواسمون جمع باشه، قبل از کرونا خیلی از انسان ها احساس یک نواختی، احساس تکراری بودن، احساس یک خستگی مزمن می کردن. سال هاست من اینطور فکر می کنم، اینطور دیدم، اینطور تجربه کردم. برای همین دائما انسان به دنبال ابداعه، به دنبال اختراعه، تنوع، تازگی. و مسیحیان، ما مسیحیان هم از این امر مستثنا نیستیم. گاهن واقعا انگار خسته میشه گوشهای ما از بس شنیده، وقتی تو اون مسیر دلزدگی میافتیم انگار خسته میشیم از اینکه چقدر باید موعظه کنم، چه نتیجه ای، چی عایدت شد. و این احساس دلزدگی و سردی وقتی رسوخ میکنه، مخصوصا برای ایماندارایی که با او رابطه داشتن، نمیتونه بی تفاوت باشه و شروع میکنم به جستجو، شروع میکنم به تقلا، از این سمینار به این سمینار، از این کلیسا به اون کلیسا، از این سرگرمی به اون سرگرمی. عزیزان خود واقعیت جستجو اصلا بد نیست، خیلی هم عالیه، ما رو به جلو هل میده، ولی موقعی مشکل
پیدا میکنه که ما این گرسنگی و تشنگی خودمون رو در جاهای اشتباه بخوایم پرش کنیم. نمیدونم چقدر یادتونه یعقوب در باب 42 وقتی کسی میره به این حوض‌های شکسته، به این آبانبارهای ترک خورده وصل میشه و اینکه اون خلأ درونیش رو پر کنه، اصلاً اون حالت پلیدی نیست، خوشگذرونی نیست، فقط گرسنه هست، فقط تشنه هست، فقط نمیدونه کجا اینو پر کنه. یعقوب به پسراش میگه تو سرزمین کنعان بود، تو سرزمین شیر و شهد و عسل بود که پوری روح القدسه، میگه برین یه مقطع کوچیک قحطی شده، میگه برین تو مصر نان پیدا کنین که نمیریم، که سیر شیم بلکه زنده بمانیم. رفتن فقط نان پیدا کنن. 400 سال اسیریشون طول کشید تا خداوند گفت ناله قوم رو شنیدم، غمهای اونا رو دیدم، افتادم به جستجو، افتادم دیدم تمام این حوضهای شکسته که بهش وصلن هیچ کدوم اقناشون نمی کنه، خداوند چشمه آب حیات کجایی؟ خداوند ناله قوم رو شنید و غمهای ایشان رو دید و برای ایشان به میان اومد. ارمیا باب 2 آیه 13 میگه زیرا قوم من دو کار بد کردن، مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده، برای خود حوضها کندن، یعنی حوضهای شکسته ای که آب تو خودش نگه نمیداره. عزیزان، یعنی به جای دیگه ای وصل شدن که اون خلأ درونی خودشونو پر کنن. با اینکه مرا چشیدن، با اینکه من هستم عظیم در کنارشونه. عزیزان، وقتی ما ایمان میاریم لحظه خیلی سرنوشت سازیه در زندگیمون، خیلی اون لحظه تعیین کننده است. خدا یک دفعه با تجربه نجات یک سری شفا، آزادی، پوری روح رو به ما میده، ولی از اونجایی که این تجربه یک روایتی که تا آخر عمر ما، تا اومدن عیسی مسیح طول میکشه، یک سفره. عزیزان، خیلی از ما به اون لمس سطحی اولیه بسنده میکنیم، اسخاش تموم شد، کافیه برای من، چون این تجربه پویا نیست، مستمر نیست، رفته رفته این حوض‌های ترک خورده چی میشه؟ خالی میشیم. و گاهن حتی با همین خالی بودن شروع میکنیم، خدای نکرده، به خدمات، حتی خدمات روحانی. و انسانی که خالیه از چشمه آب حیات، برای اینکه این حفره رو پر کنه، چون خدا انسان رو اینجوری خلق کرده، تا خدا درون انسان نباشه، با او در رابطه من و توی نباشه، انسان با هیچ آبانباری، حوضهای شکسته، چاهای ترک خورده، هیچ وقت نمیتونه احساس غنا بکنه. برای همینه، به خاطر این حفره رو که میخوایم پر کنیم، گاهی برای خودمون حوضچه ثروت میکنیم. فقط 20% دیگه، 20% دیگه به ماهیانه من، نمیدونم، به حقوق من اضافه بشه. این 20% تا آخر عمر هی باید اضافه بشه تا احساسی یه ذره پری بکنیم. برخی از افراد برای اینکه این خلأ رو پر کنن، چاه موفقیت، شهرت، حتی در بهترین شکلش خدمات گوناگون برای خودشون دست و پا میکنن، برای اینکه فقط اون خلأ پر شه، سرگرم شه. حتی بعضی از گرسنگان و تشنگان روحانی، عزیزان، برای زیباتر شدن، مورد تحسین واقع شدن، چقدر تلاش میکنن، غافل از اینکه زیبایی حقیقی با وصل شدن به اون چشمه آب حیاته. نیست؟ زنی، انسانی که به روح خدا وصله، هرچند اگه ظاهرش فرسوده و تکیده بشه، ولی از درون چیزی درون اوست که حتی در دوران سالمندی از اون باز میتابه، میدرخشه.
هرچند ظاهر ما پولس میگه فرسوده میشه، اما درون ما تازه و تازه تر میشه. برخی افراد تشنه و گرسنه چاه روابطن، عشق، محبت، از این رابطه به اون رابطه، حوضهایی که عزیزان، حوضچه هایی که هیچ وقت مثل این حوضچه ها ندیدم، اینقدر دل شکستگی به وجود بیاره. وقتی به یه انسانی وصل میشی و فکر میکنی عشق او، محبت او به تو غنا و پری میبخشه، با یه تلنگری عزیزان میفهمی که پوچ و هیچ بوده و چقدر فرو میریزی. بعضی از افراد برای اینکه خلا رو پر کنن تشنه تایید و تشویقن. بد نیست، کلیسا باید این افراد رو داشته باشه که تشویق کنه، ولی اگه به یه جایی برسی که جلوی تو یه نفر رو تشویق کنه، یک سری فعل و انفعالات شیمیایی در تو به وجود بیاد، حالت بد بشه، اون موقع چی عزیزان؟ اون موقع آیا این حوضچه شکسته نیست که تو بهش وصلی؟ آیا انسان تا آخر میتونه تو رو اشباه کنه؟ و تمام اینا دلشکستگی ها به وجود میاره، این حوضچه های شکسته. حتی نیاز به پورنوگرافی عزیزان، نیاز به مشروبات الکلی، نشان دهنده یک نیاز شدید، یک تنهایی شدید عاطفیه، نشان دهنده یک گرسنگی و تشنگی روحانیه که داره در جای دیگه پر میکنه. عیسی میفرماید من نان حیات هستم، کسی که از من بخوره هیچ وقت گرسنه نمیشه. من آب حیات هستم، کسی که از من بنوشه عزیزان هرگز تشنه نخواهد شد. عزیزان ما در جهان بشریتی زندگی میکنیم که واقعا اگه اون زاویهش رو نگاه کنیم یکی از بهترین دورانه. ما خیلی منفی صحبت میکنیم، سیستم آموزشی خیلی قوی، خدمات بهداشتی خیلی پیشرفته، دولت‌های سرمایه گذاری خیلی قوی نیست، تکنولوژی که انسان هوشمندانه خیلی وارده، حتی آمار گرفتن که عمر انسانو تا 85-87 بالا بردن. انسان با هوشمندی خودش، با تلاشای خودش زیباتر، جوانتر، سالمتر، با قرصای ویتامین. 2 ساله من خودم تو عمرم انقدر ویتامین استفاده نکردم، باور کنید اصلا نمیدونستم ویتامین چیه. 2 ساله فقط به خاطر اینکه این ویروس کرونا با من برخورد نکنه. ولی خوب دیدیم عزیزان، من خودم خیلی خوب تجربه کردم با یه ویروس ناشناخته، با واقعیت مرگ، پوچی، شکنندگی، آسیب پذیری، چقدر خوب آشنا شدم. بوی مرگ به مشامم خورد و فهمیدم همه چی چقدر باطل و عباطله. از این کرونا فریاد خداست از جهان کائنات که ای انسان خاکی بازیست و بدان که من خدا هستم. آمین. من خدا هستم، من چشمه آب حیاتم، من کسی هستم که تو رو درون تو میتونم اون رضایت درونی رو به وجود بیارم. من آن نانی هستم که میتونه تو رو سیر کنه. بیا ببین که بدون من تمام اون قرصای ویتامین، تمام اون امنیت‌های کاذبی که برای خودت دست و پا زدی چقدر شکننده و بیهوده است. از بچگی میشنیدم زیبایی به یه تبه نیست؟ بارها اینو تجربه کردی. ثروت به یه چی؟ به یه شب نیست؟ 28 سالم بود وقتی تمام خونمونو مصادره کردن، 28 سالم بود و همسرمو دست بسته بردن. اون شب وقتی صبح شد مثل یک پیرزنی شده بودم و خونه خالی. 28 سالم بود که فهمیدم زیبایی به یک تب بنده و ثروت به یک شب عزیزان. سوال اینه آیا عیسی میتونه با رویاهای ما رقابت کنه؟ آیا
عیسی میتونه اون اشتیاق‌های وافری که در وجودمونه برای تملک، برای کنترل، برای قدرت فرو بریزه و بالاخره در زندگی‌های ما اول بشه؟ آیا عیسی میتونه؟ آیا عیسی میتونه؟ عیسی دو کلام قرینه داره در کلامش که فکر میکنم کمتر یافت میشه در کل کلام عیسی مسیح. در لوقا باب 6 آیه 21 و 25 چقدر زیباست، چقدر چالش برانگیزه. خوشا به حال شما اگه اکنون گرسنه هستین. گرسنه خدا هستین؟ خداوند وعده داده زیرا سیر خواهید شد. مثل من که گرسنه و تشنه بودم، فقط به حوزها آویزون بودم و دنبالش میگشتم، این چشمه آب حیات. خوش آب حال شما اگه گرسنه این زیرا سیر خواهید شد. ولی وای بر شما، وای بر شما سیر شدگان زیرا گرسنه خواهید شد. وای بر شما که به هلهوله این دنیا خودتون رو دارین سیر میکنین. وای بر شما که مشقت و جوانی عمر خودتون رو دارین به چیزهایی میدین که سیر نمیکنه، شما رو هرگز اشباه نمیکنه از درون. یک فراخوان خیلی قویه در عهد عتیق باب 55 آیه 1 و 2: ای جمیع تشنگان نزد آبها بیایید، همه شماهایی که نقره ندارید بیایید بخرید بخورید، بیایید ببینید خدا چقدر نیکوست، خودتون بچشین شراب و شیر را که سمبول روح القدسه، بی نقره و بی قیمت بخرید. چرا نقره رو برای آنچه که نان نیست و مشقت جان خودتون رو جون میکنین و نزدیکترین کستون در استکاک و سابیدگی هستید، برای آنچه که سیر نمیکنه صرف میکنین. گوش داده از من بشنوید، گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو رو بخورید، بخورید تا جان شما از فربگی متلذذ بشه. از اون کسی هست که با ایمان این کلامو بشنوه و باور کنه؟ کسی هست که حتی یک همین ذائقه روحانیش تحریک شده باشه؟ چون این حقیقت مطلق عزیزان، عیسی نه فقط در عهد عتیق فرا میخونه بلکه در عهد جدید دنبال ماست، دنبال تک تک ماست، دنبال کلیسای عزیزشه، همطور که در یک روز گرم و آفتابی و سوزان دنبال زن سامری بود، اون زنی که پر از حوضچه ها و آبانبارهای ترک خورده در زندگیش بود، پر از طرد شدگی، پر از دل شکستگی، پر از عدم بخشش. عیسی نرفت که او رو شماتت کنه، عیسی نرفت که او رو سرزنش کنه، عیسی رفت که این آب زنده و گوارا رو به او بخورانه تا این زن طعم و مزه آزادی و رهایی از این حوضچه های شکسته رو بچشه. و عیسی پیام خیلی عجیبی به این زن داد، آب زنده، آب جاری، آب چاه، آب عوام، آب انبار. قدیما یادتونه آبای بارونه، آبای برفه که میاد اونجا میمونه، مونده ایستا که دیگه انقدر آدم بدبخت میشه میاد آب اون چاه رو میکنه میخوره، انقدر تشنه میشه که میاد اونو برمیداره. و عیسی مسیح میخواست زندگی اسفناک او رو تا به ابد متبدل کنه. در یوحنا باب 4 آیه 7 و 9 من سعی کردم از این آیات خیلی زود بگذرم که طولانی نشه، ولی واقعا شاید 4 بار راجع به این موعظه کردم، 10 بار شنیدم، ولی هنوز هم این داستان شگفت انگیز و این پیام شگفت انگیز از اون بیشتر قابل تعمقه. و زنی سامری به جهت آب کشیدن آمد، عیسی به دو گفت جرعه آب به من بنوشان، چشمه آب حیات. برای اینکه وارد مراوده با این زن بشه از او آب خواست. زن سامری به دو گفت چگونه تو که یهود هستی از من آب میخواهی؟ حالان که زن سامری میباشم، زیرا که یهود را با سامریان
هیچ کاری نیست. این زن سامری بود، از نژاد مختلطی به وجود اومده بود که داستانش اگه بخوام بگم یه کمی طولانیه. فقط قضیه اینه که یهودیان از این سامریان متنفر بودن. حتی مردان سامری با این زن که از جنس خودش بود حرف نمی زدن، چه برسه مردان محترم یهودی که اصلا وای نمی زدن کنار او. اما عیسی عزیزان، عیسی عزیز ما، عیسی که خدای جمیع رحمت‌ها، خدای پوری تسلی هاست و میخواد این تسلی رو به دل شکسته ها جاری کنه. تمامی موانع موجود رو روی صلیب میخکوب کرد و نزدیک این زن شد. عیسی در آیه 13 ادعا میکنه که چشمه آب حیاته. اگه بخشش خدا رو میدونستی، عیسی در جواب آیه قبلیش، لیکن کسی، عیسی در جواب او گفت هر که از آن آب بنوشد، گفت چرا از من آب زنده میخوای، آب میخوای، تو که یهود هستی. و عیسی در جواب میگه هر که از این آب بنوشد باز تشنه گردد، لیکن کسی که از آبی که من به او میدهم، داره خودشو معرفی میکنه، ماشی است، مست شده خداست. فقط مست شده خدا میتونه یه همچی لطفی به یک انسان بکنه. من به او میدهم بنوشد تا ابد تشنه نخواهد شد، بلکه آن آبی که به او میدهم در او چشم آبی پدید میآید که تا حیات جاودانی میجوشد. زن به دو گفت ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و به اینجا به جهت آب کشیدن نیایم. این زن شاید مثل خیلی از ماها اشتباه فکر میکرد. فکر میکرد اگه این عیسی این آبی رو به او بده، یه معجزه بکنه، یه جادو بکنه، دیگه راحت میشه، دیگه سر زور زل آفتاب نمیاد آب برداره، نیست؟ چون فکر میکرد اگه این آب رو بگیره زندگی خیلی راحت تری خواهد داشت. اما پیام عیسی عزیزان برای این نیست که ما زندگی راحت تری داشته باشیم، شادتری داشته باشیم. پیام عیسی، پیام کامیابی و تندرستی و شادمانی نیست، پیام صلیب عزیزان. پیام عیسی و مژده خوش انجیل و این آب زنده به ما کمک میکنه که با مشکلاتمون، با موانعی که در زندگیمون میاد، بدونیم چطور مواجه بشیم. نه اینکه از کارهای روزانه، از زندگی روزانه خودمون رو کنار بکشیم. و زن رو میبینیم که دوباره از مسیر خارج میشه. آیه بعدی، وقتی عیسی راجع به آب زنده با او صحبت میکنه، آیه 20، اینجا قبلش عیسی مسیح دست میذاره رو اون گناهی که زندگی زن رو داشته فرو میریخته و این زن خیلی راحت داره میانبر میزنه. از طریق یک اون زمان یه الهیات خیلی داغی مورد بحث و بررسی بود توی سامره و توی یهود. میگه پدران ما در این کوه پرستش میکردن و شما میگویی که در اورشلیم جایی هست که در آن عبادت یابی باید نمود. عیسی به دو گفت ای زن، مرا تصدیق کن که ساعتی میآید نه در این کوه نه در اورشلیم پدر رو پرستش خواهین کرد، بلکه آیه بهتر از کلام خدا بخونم. عزیزان اینجا خیلی جالبه، میخوام اینجا رو خوب توجه کنید. اگه ما پیش‌فرض‌های اشتباهی که راجع به خدای محبت داریم، اگه این زن از این مسیر خارج میشه، شاید ما مخصوصا که در فرهنگ ایرانی هستیم، یکی از نقطه کورهای الهیات ما اینه که محبت رو با مهربانی خیلی راحت اشتباه میگیریم. الان انتظار داشتیم که عیسی مسیح به این زن بگه عزیز جان، واقعا
اصلا مهم نیست تو کدوم کوهی پرستش کنی، دور کدوم کوهی به چرخی، اصلا این مهم نیست. میدونم که ترد شدی، زندگی سختی داشتی، بیا جلو دست بذارم برای دعا کنم. برو هر کوهی که دلت خواست پرستش کن، مهم اینه که قلبت اینجاست، نیست؟ ما ایرانی ها میگه مهم قلبمونه. ولی عیسی مسیح خداوند چقدر با اقتدار به اون میگه ای زن مرا تصدیق کن. آیه 20 فریبا جان. ساعتی میآید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر رو پرستش خواهیم کرد، بلکه هر کی که به او ایمان داشته باشد خدا رو در روح و راستی پرستش خواهد کرد، چون پدر طالب چنین پرستگانی هست. عیسی مسیح میگه اصلا مسئله بر سر کوه نیست، مسئله بر سر اینه که تو این آب زنده گوارا رو از من بگیری و جانت از این خالی بودن راحت بشه. عزیزان ای زن مرا تصدیق کن. و این زن چون حقیقت رو، عیسی مسیح، اون حقیقتی که مثل موت زوراوره، خیلی موقع عیسی مسیح اینطور صحبت میکنه، از این پوسته های سخت این زن عبور کرد و به اون انسانیت درونش برخورد کرد، قدرت پیدا کرد که با عیسی مسیح ملاقات شخصی داشته باشه. عزیزان وقتی ما عیسی مسیح رو میچشیم، وقتی روح القدس این چشمه آب حیات رو مینوشیم، از اون آرزوهای کوچیک و بچگانه خودمون آزاد میشیم، از اون جهان کوچیکی که توش گیر کردیم آزاد میشیم، وارد یه جهان بزرگتر میشیم. و داستان آزادی و رهایی این زن از حوض‌های شکسته، عزیزان چقدر زیبا به تصویر کشیده شده. آیه 28-29 و 30. آنگاه زن سبوی خود را گذاشت. عزیزان این زن انقدر دل شکسته بود از مردم دهکده، انقدر که شماتتش کرده بودن، سر زور می آمد که هیچ کس رو نبینه، ولی انقدر متحول شده بود، انقدر اشباه شده بود که میگه کوزه خود را رها کرد، به شهر رفت، من مردم را گفت بیایید و کسی را ببینید که آنچه را که کرده بود به من گفته و کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ پس از شهر بیرون شده همه مردم به واسطه بشارت این زن نزد عیسی مسیح اومدن. عزیزان این زن با نوشیدن این آب چشمه گوارا از سرزمین های اسارت، دل شکستگی، وابستگی، حوض‌های شکسته، عدم بخشش‌ها، وارد سرزمین آزادی شد. مثل هفته پیش نازی عزیز چقدر زیبا اشاره کرد، نیست؟ من دیگه اون نازی گذشته نیستم و داشت با شهادتش میگو بیاین ببینین خداوند برای من چی کار کرده. و همینطور شلمید وقتی خداوند خودشو میشناسه، بیاین ببینین ای دختران اورشلیم خدا برای جان من چی کار کرده. عزیزان ایمان داریم و ایمان دارم که عروس مسیح در زمانهای آخر در چنین آزادی و رهایی باید باشه، در چنین شور و حرارتی برای خداوندش باید باشه. عروس مسیح و نوشیدن آب گوارا باید در چنین سرسپردگی برای آرزوی جان عیسی مسیح که نجات گم شده هاست باید باشه. تمام اینا رو گفتم عزیزان که به اینجا برسونم که سرزمین ما ایران، ایران ما، افغانستان ما حالش بده. عزیزان حالش بده. سرزمین ما ایران و افغانستان پر از حوضچه‌های شکسته و درب داغونه، پر از موج‌های منفی، روح مرگ، ناامیدی اونجا داره رخنه میکنه. انسان‌ها پر از ناامیدی و دلشکستگی‌ها هستن. سرزمین ما ایران و افغانستان در زمان‌های بسیار حساسی داره به سر میبره.
از خدای ما پدر هست یا نیست؟ او پدره نیست؟ پدر ماهیتش چیه؟ دنبال بچه هاشه، دنبال فرزندانشه. آمین. آینده ایران، حال ایران عزیزان بستگی به ما مسیحیان داره. مسیحیانی که با چشمه آب حیات سیر شدن، دگرگون شدن، نه فقط خودشون متبدل شدن، بلکه این چشمه رو انقدر پر شدن که مثل زن سامری، زن سامری ها و نازی ها و شلمیت ها میخوان به دنیا منتقل کنن. باور میکنی یه همچی زمانیه؟ خداوند دستشو مدت هاست برای ایران دراز کرده عزیزان. بیشترین شبکه های ایرانی میبینی 24 ساعت دارن پیام انجیل رو مخابره میکنن، هم از افغانستان، سلام افغانستان، هم ایران. کلیسای ما آلفا اومگا الان مدتی مدیا تو قسمت بشارت به ایران چقدر داره جد و جهد میکنه و چه خبرهای خوبی داریم میشنویم. ما نیاز به خادمینی داریم که خودش آزاد شده از اون همه بستگی ها، خودخواهی ها، خودمحوری ها و چشمه آب حیات پر شده و بتونه این آب حیات و این آب زندگی رو به ایران و افغانستان برسونه. ایران ما عزیزان پر از خالی بودنه و خدا در این زمانها میخواد افرادی رو بلند کنه که به این وعده خدا مثل یه لنگری بچسبن. تو ارمیا 49 خداوند وعده داده، 37 یا 38 میگه من کرسی خودم و تخت خودم رو در ایلام برپا میکنم، تمام حاکمین و تمام رئیس رؤسا رو سرنگون خواهم کرد. من خداوندم و میگم اسیران ایران رو باز خواهم آورد. عزیزان نمیخوایم دوباره دهان ما از خنده پر شه و سرود بخوانیم بگیم چون خداوند اسیران ما رو باز آورد، آنگاه مثل خواب بینندگان شدیم و دهان ما از خنده پر شد چون تمام دنیا گفتن خداوند با ایران و افغانستان کارهای عظیم کرده که از آن خوشنودیم، که از آن خوشنودیم. از این منوط بر اینه که از این چشمه آب حیات بنوشیم و از این حوضچه های شکسته که صبح تا شب مشغولشیم آزاد شیم. هفته پیش باد روح القدس وزید سطل های خالی جان ما رو، اون سطل های البته آب مانده‌ای که توش بود پر از ناراحتی ها، عدم بخشش، عدم سرسپردگی، ترس، نگرانی، اونا رو خالی کرد. عزیزان الان این سطلای خالی رو خداوند میخواد پر از آب حیات بکنه، نه فقط پر کنه بلکه از این سطل لبریز بشه، به تشنگان و گرسنگان برسونه. آمین. امروز بیا قلبتو باز کن، امروز بیا اجازه بده، امروز بیا اجازه بده. بعضی از سرودها رو من میخونم، بعضی از کلامها رو، آیه ها رو میخونم، میگم اینا اصلا معمولی نیست، نمیشه ازش راحت گذشت. انگار ناله روح القدسه، انگار دعای روح القدسه که کلیسا باید یاد بگیره، که کلیسا باید این ناله رو از بطنای او به جای آه کشیدن و حسرت خوردن برای چیزهای شخصی خودش، این ناله روح القدس به بالا بره مثل زن سامری. ای آقا آن آب زنده رو به من بده تا دیگر تشنه نگردم. ای آقا آن آب زنده رو به من بده. میتونیم این دعا رو بکنیم عزیزان؟ میتونیم چشمای خودمون رو ببندیم؟ احساس میکنم روح القدس میخواد هوشیاری بده، بیداری بده. احساس میکنم روح القدس میخواد ما رو با ناله های خودش برای جهان تشنه و گرسنه پر کنه، که ما هم مثل زن سامری بگیم ای آقا، ای سرورم، اون آب زنده رو به من بده تا دیگه تشنه نگردم. نه فقط تشنه نگردم، بلکه از این آب زنده به دنیای گرسنه و تشنه بدم. یا ای خداوند ما،
از اون دولت غنای خودت، از اون سرچشمه بی انتهای خودت ما رو سیراب کنه خداوند، تک تک ما رو، کلیسای ما رو خداوند، عزیزانی که دارن الان میشنون خداوند سیراب کنه چشمه آب حیات که دوای درد بی درمون ما، سرگشتگی ما، آویزون شدن وابستگی به این حوض‌های شکسته، فقط تشنگی و گرسنگی روحانیه. بیای خداوند از اون آب زنده ما رو پر کن تا عاشقانه تر تو رو بپرستیم، تا در روح و راستی تو رو بپرستیم، چون پدر تو طالب چنین پرستندگانی هستی، تا از این بطن این پرستش خداوند بتونیم آدرس این چشمه آب حیات و عیسی مسیح خداوند رو به دنیا بدیم. ما هم مثل شلمیت ها، مثل نازی ها، مثل زنان سامری بگیم بیاییم ببینین که خداوند برای جان ما چیکار کرده. بیاییم ببینین ای دختران اورشلیم که خداوند من با پیامبران، با خدایان دیگه خیلی فرق داره. بیایی خداوند ما رو پر کن. ای خداوند، ای روح القدس رو دعوت میکنیم، هر نوبت تو ای روح القدس، اونجایی که خواب آلودگیه، اونجایی که خداوند واقعا بی تفاوتیه نسبت به آسمان تو، روابط صمیمانه با تو، شنیدن صدای تو خداوند عادی شده برای ما که هیچ پیامی دریافت نکنیم، هیچ صدایی نشنویم، هیچ رابطه با تو نداشته باشیم. عادت کردیم به سرگرمی هایی که روزمرگی های ما رو پر کنه. ای روح القدس، تو فقط ما رو میتونی بیدار کنی، تو فقط ما رو میتونی تشنه و گرسنه خودت بکنی، تا اون خوشاب حال ها نصیب کلیسای تو در این زمان آخر بشه. خوشاب حال آنانی که گرسنه و تشنه، زیرا سیر خواهند شد.